کوچه ایرانیان، سر نگاه نکن، دلت میگیره هم سفر، خاطرهای خوب تو بردار و با خودت ببر، بردار و با خودت ببر، بذار فراموشم بشه که خونم و آتیش زده، تو هم بیا و مثل من برود نیار حالت بده، برود نیار حالت بده، برود نیار که تو دلت امید تو آتیش زدن، برود نیار کیا خوبم، برود نیار کیا بدم، یه کوچه اجباری ببین زخماتو یادش نمیره، جسم تو میبخشه بهت، روح تو اما میگیره، تو هم بیا و مثل من برود نیار حالت بده، بذار فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده، بذار فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده. نه، با درود. پس از 44 سال که این ملت زجر تاریخی را تحمل کرده، حالا بذار فراموشم بشه. این از همون حرفایی است که حتی امروز در لس آنجلس هم نمیشنوید. پس از 44 سال هزاران کشته و به خاک و خون کشیدن ملت و وطن غارت شده ما، نه اینطور نیست. لس آنجلس را برای این نام میبرم چون عمری به عنوان شهر تفریح معرفی شده که البته به لطف دوستان رساندار ما در طی 43 سال گذشته اینجا را مرکز غیر کمر معرفی کردند. ولی امروز نسلی که دیگر نسل اولی و دومی های مهاجری این شهر نیستند، با پشتکار بیشتر همراه ملت اسیر داخل کشور مدافع حقوق آنها شدند. پس بذار فراموشم بشه نداریم. شاید هستید که در داخل کشور شعارشان نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم است. بله، اصولا شما خوب میدانید که حرکت های اجتماعی نباید با خوانندگان و آنچه که هنرمند مینامند گره بخورد. حضور آنها بسیار خوب است، ولی نه در صف اول مبارزه، چون کار آنها نیست. و ما دیدیم یکی دو نفری که در طول عمرشان پا به عرصه سیاست گذاشتند و از عامل ترنم و تفریح دادن چشم پوشی کردن، جرم دیگری دارند. زیرا این غده سرطانی که امروز گریبان ملت ایران را گرفته، زخمی نیست که هر کسی معالج این زخم تاریخی بسیار چرکین بشود، بلکه برعکس ممکن است جامعه را به رخوت و بی تفاوتی بکشانند که ما قبلا شاهدش بودیم. و حالا امروز همه اینها در حالی است که قشر دانشجوی در بند حکومت فاسد عقب مانده اسلامی با پوست و استخوان خودش از هر فرصتی استفاده کرده و بدون وحشت از دشقیمان آدم کش و حتی کودک کش حرفش را می زند. حرفی که حرف است. اینها هستند کسانی که در راستای نجات کشور باید در صف اول مبارزه قرار بگیرند. دانشجویان مبارز، فعالین سیاسی، مبارزین از جان گذشته، نه من و شما، بلکه اینان آینده سازان کشتی بگل نشسته ایران ما خواهند بود.
ما حکومتی داریم که نونو از سفره مردم میدزده و این دزدیشو خرج ماجراجویاش توی منطقه میکنه. خرج فلسطین، سوریه، لبنان، عراق. آقا ما نمیخوایم. خرج ملت خودت کن. ما حکومتی داریم که توی قانون اساسیش اومده که تجمع آزاده، ولی هر تجمعی که شکل میگیره سرکوب و سرکوب و سرکوبه که ما شاهدش هستیم. خب بردارید این مبلغ از حرف میزنید. آقا مردم ریختن بانک ها چیز دارن. چرا؟ چون فعالیت مدنی اصلا خابیده توی کشور. چرا؟ چون حکومتی داریم که هر گونه فعالیت مدنی رو سرکوب میکنه. معلم زندانه، کارگر زندانه، فعال محیط زیست زندانه. خدا رو شکر زندان بمونه، خودکشی نکننش. و جدا از همه اینا، دوست ما، برادر ما دانشجو، خواهر ما دانشجو زندانه. حکومتی داریم که قوه قضاییه‌اش واسه دانشجوش از 6 سال تا 12-15 سال حکم زده، بعد جانی کهریزک رو 1 سال حکم زده، هرچند که بعدش بیرون میکنه. حکومتی داریم، درسته دوسته ما دم از فساد میزنن، ولی فساد در تک تک رگ و ریشه های این حکومت جاری شده، از بالا تا پایینش رو فساد گرفته. من گفتم توی جلسه بچه ها گفتم، شهید بهشتی میگه، میگه آقا توی یک جامعه وقتی در یک سو گرسنه از سرما به لرز وجود داره و در یک سو متنعمان برخوردار از همه چیز، اون جامعه رو تو طلا بگیری سر تا پاش لجنه، تفاوتی نمی کنه. این سیسته هر کاریش کنی سر تا پاش لجنه. بله، مبارزین سیاسی آینده سازان کشور غارت شده ما خواهند بود. ما خیلی زحمت بکشیم این ظلمی را که به ما تحمیل شده به ثبت برسانیم. ثبت تاریخ شفاهی مهاجرت قومی که امروز تعدادش به 8 میلیون نیز رسیده و با 1001 مسئله درگیر است. ما پس از انقلاب 1357 مهمترین دلیل مهاجرت دلیل سیاسی. شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری، خودش زندانی سیاسی، دخترش در زندان اوین متولد شده، الان شهرباس افتخار ماست که شهردار یک شهر شده. شما سه چیز دارید در بعد از انقلاب در خارج. یک بخش مهاجر دارید، یک بخش تبعیدی دارید، یه بخش پناهنده دارید. درست. یه جایی کامل باید از هم جدا کرد. در واقع سرنوشت و سرشت انسان تبعیدی با انسان مهاجر بسیار بسیار متفاوت هست. خیلی ترسیده بودم، مثلا موقعی که خارج شدم مثلا تا یک ماه این خارایی که مال کوه بود و اینا تو دستم بود، یعنی فرو رفته بود مود هنوز. غربت یا تبعید خودش یک بیماری درونی است که قابل علاج نیست. برای خیلی تبعیدی ها این هست. به همون نسبتی که این مغز از ایران بیرون میاد، به همون نسبت از میزان آیکیوی جامعه کاسته میشه. 150 هزار نفر از ایرانیان جوان عمدتاً ایران رو ترک میکنن و میان خارج. خب این یک در واقع یک نیروی عظیمی از این مملکت داره خارج میشه. من فکر میکنم بخشی از ایرونی ها کاراکتر مهاجری داشتن و دارن و چون که نمیتونن مستقیما از راه مهاجر بودن وارد آلمان یا اروپا بشن، از کانال پناهجویی میان و پناهندگی میدن. بسیاری از این مهاجرانی که زندگیشون در خطره و تقاضای پناهندگی میکنن، اینها تا یه روزی جزو نظام بودن و جزو هواداران نظام بودن، ولی خب زندگیشون مشکل شده. یعنی اینقدر حلقه تنگ در درون جمهوری اسلامی. نسل‌های جوان حس من این هستش که جنبه تمایل به امر سیاست درشون ضعیف شده، تمایل به امر حس مسئولیت نسبت به اون سرزمین یه مقدار درشون ضعیف شده. ببینید مثلا تو همون کنفدراسیون تعداد آدمایی که پناهنده سیاسی بودن از دو انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد.
اون موقعی که این آدم رو شما میاری توی تلویزیون رسمی کشور نشسته اونجا و نطق میکنه که بله اینشتین اون تئوری نسبیتش رو از کتاب امام جعفر صادق گرفته، آها شما میدونید ما چه کار داریم که 1471 سال بختیار گفت یه ماش عرب اونجا سر مال و زن باش دعوا شده، تازه قوبخش هم من بودن شکم هم همه پاره کردن، حالا ما بایستی که بیاییم گل به سرمون بزنیم، قمه بزنیم، زنجیر بزنیم به خاطر احترام به امام. یه بار یکشون خیلی درون خودش رو بیرون ریخت، گفت ببین همه تون شبیه هم حرف میزنید، تمامتون رو باید میکشتیم، نشد. همه فکر و ذکرم ایران بود، دوستایی که مونده بودن اونجا اعدام شده بودن، یه دوست خیلی نزدیک من زندان بود و من حسابی منقلب بودم. خانوادهایی که اینجا به وجود آمدن روش کردن، انواع اقسام ملیت ها رو در دل خودشون جای دادن و این پدیده بسیار جالبی است که حتی میشه گفتش نوعی جهانی شدنه در واقع چی خانواده ایرانی هستش اینا. یک نکته دیگری هم من در این مورد مسئله مهاجرت بلند مدت میبینم این است که استانی بر استانهای کشور افزوده شده است و آن استان ایرانی های برون مرز است که هیچ وقت از ایران نگسستند. یک تصویری میدن از سرزمین ما داری، انگار ما وطنمون رو دوست نداریم، انگار ما اهل اون کوچه نبودیم، انگار ما اون خیابانها رو نمیشناسیم، بودیم ولی اونا از ما دریغ شده، روبوده شده توسط وطن فروشانی که به قول نسیم شمال آن عقربی که بر وطن افتاد. و اما بگذارید امروز یک بار دیگر به پاریس برویم و بنشینیم پای صحبت یک دوست دیگر جامعه شناس که در ضمن جامعه شناسی کارشناس محیط زیست است و به عنوان محقق در دانشگاه پاریس تدریس می کند و در ارتباط با دین پژوهی نیز چندین کتاب به رشته تحریر درآورده است، همچنان نیز بسیار فعال است، در ضمن دوست دارد مانند من در کافه بنشیند، روزنامه بخواند و دنیا را زیر ذره بین داشته باشد. دکتر جلال ایجادی که از او در این دوران مهاجرت اجباری بسیار آموخته‌ایم با هم به پاریس می رویم. آقای دکتر ایجادی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا من در منزل شما در پاریس خدمت شما برسم. من هم به نوبه خودم از شما سپاسگزار هستم به خاطر همه محبت‌های حرفه‌ای شما در ذهن و اینکه یک بار دیگه شما رو می‌بینم بسیار خوشنودم، امیدوارم که گفتگوی زیبایی رو با هم داشته باشیم. خواهش می‌کنم. لطف دارید شما. به هر حال ما به دنبال تاریخ شفاهی این دوران کوش هستیم و میخوایم هرچه بیشتر از شما یاری بگیریم، مخصوصا در ارتباط با مهاجرت این قوم 7-8-9 میلیونی دقت کردیم که در سراسر جهان پراکنده شده در جریان هستی تا یه چند سال گذشته بیشتر و بیشتر شده، ازدیاد پیدا کرده، درسته؟ و پیش بینی نمیشده همچین چیزی. در ارتباط با تخصص شما که جامعه شناس هستید و بعد دین پژوه، خواستم بدونم این قوم مهاجر رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ حالا به هر حال قوم مهاجر گفته میشه و ما میدونیم که اینها از گروه بندی های اجتماعی گوناگونی تشکیل شدن که هم از به اصطلاح بخش ثروتمند جامعه هستند، بخش به دوران رسیده جامعه هستند و همچنین طبقات متوسط و غیر و ذلک. این مجموعه
که امروز به عنوان مهاجرین ایرانی بر حال تلقی میشن، کسانی هستن که چه بسا دیگر به ایران بر نگردن اکثریت اونها. حال چرا این واقع اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم دو پدیده رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که به هر حال وجود جمهوری اسلامی با تمام ایدولوژیش، با تمام سختگیریهاش، با تمام سرکوبش، با تمام فضایی که تولید کرد، منجر به این شد که گروه بندی های گوناگون سیاسی اجتماعی جامعه رو ترک بکنن، یا اینکه به هر حال تشخیص دادن که اونجا خوب براشون نیست، برای فرزندانشون مناسب نیست و آمدن خارج. بنابراین یکی به این خاطر هستش. نکته دوم هم این هستش که اساساً از نظر تمدنی بیش از پیش تمایل به مسافرت کردن، تمایل به این که از نقطه‌ای که آغاز زندگی یک خانواده هست کنده بشه و بره به جاهای دیگه، بیش از پیش در جهان داره رشد میکنه و از جمله در مورد ایرانی ها. و جالبیش در این است که امروز وقتی ما دقت میکنیم به خانواده های ایرانی، میبینیم که هر کدوم از این خانواده های ایرانی مجموعه ای از به اصطلاح تبارهای گوناگون شدن. اگر در گذشته ایرانیان مثلا میومدن یه خانواده تشکیل، بعد به فرض یک عروسی داشتن یا مثلا دامادی داشتن، امروز متوجه شدنی که خانواده‌هایی که اینجا به وجود آمدن، رشد کردن، انواع اقسام ملیت‌ها رو در دل خودشون جای دادن. و این پدیده بسیار جالبی است که حتی میشه گفتش نوعی جهانی شدن در واقع چی خانواده ایرانی هستش اینا. و به این خاطر هستش که اینها با خودشون یه رفتار جدید تولید میکنن، مناسبات جدید رو به هر حال به وجود میارن. چرا؟ به خاطر اینکه یکیش فرانسویه، یکیش آمریکاییه، یکیش اینجا متولد شده، یکیش ایران متولد شده. خب همین ها رو کنار هم بگذاریم، یک تلفیقی از اینها باید بیرون بیاد که دیگه هویت تک تک اینها نیست به این معنا. و از جمله در ارتباط با مسئله مذهب، خب مذهب اگه توجه بکنیم میدونیم که به هر حال در این دوران 40 ساله‌ای که گذشته در ایران، 44 سالی که گذشته، بله با توجه به دقت تاریخ شفاهی شما، این در ایران، حال برمیگردم به آنچه که در خارج کشور حس من هست، اینی که به هر حال اگر توجه بکنیم که در ابتدای انقلاب اسلامی میگفتن به عنوان نمونه 90% شیعه هستش و به فرض حدود 10% اهل سنت هستن. این ماجرا نوعی در واقع ارقام و داده های حکومت اسلامی بوده، به خاطر این متاسفانه ما آمار دقیقی نداشتیم. ولی اومدیم جلو این چند دهه‌ای که گذشت به نقطه‌ای که حدود 2 سال پیش بر اساس آماری که نهاد گمان منتشر کرد به اینجا رسیدیم که دیدیم که در این آمار، که البته نوعی سنجش آمار دقیق نیست ولی به هر حال نظر سنجی هستش، می‌بینیم که از میان این جمعیتی که بهم گفتن که 90% شیعه است، فقط 32% میگه که من تعلق خاطر به شیعه دارم. چه اتفاقی روی داده که این در واقع ریزش صورت گرفت؟ و اینها کجا رفتن؟ اینهایی که از اون دین در اومدن، از دینی در اومدن دیگه، اینجا امروز به دین جدیدی رفتن یا به اصطلاح به نوعی باور ناباور شدن؟ این چرخشام نشون میده که به عنوان نمونه کسانی که از این مذهب شیعه در آمدن، ما در کنارش میبینیم که تعداد به فرض زرتشتی ها رشد کرده. درست. تعداد ارزم حضورتون کسانی که به هیچ به اصطلاح دینی اعتقاد ندارن، میگن ما به هیچ دینی اعتقاد، نه اینکه به خدا اعتقاد ندارن، به دینی اعتقاد ندارن، 22% شدن. کسانی که میگوین ما در واقع ناباور هستیم، آتئیست هستیم، حدود 9% شده. کسانی که طرفدار خودشون طبیعتگرا میدونن، به اصطلاح عرضم حضورتون که کسانی که خودشون معنویتگرا میدونن، همه این گرایش های گوناگون که به نحوی در یک کلام میشه گفت اینها حدوداً 80% به هر حال باور دینی دارن، ولی 20% چیان عملا در واقع از خدا دست برداشتن، از باور به خدا دست برداشتن. پس بنابراین اون سنت گذشته و تاریخی جامعه ایران که به هر حال به یک نیروی اعتقاد داره، اون باقی مونده. هنوز به سطح عنوان نمونه فرانسه نرسیده که نیمی از جمعیت میگه من اساسا خدا باور نیستم دیگه. متوجه هستی؟ متوجه مراتب. حالا این پدیده ای که در ایران هست، تحولاتی که روی داده، رابطه با مسئله جمهوری اسلامی،
دین رسمی که دین جمهوری اسلامی باشه و تمام در واقع خشونت ها رو در ابتدا میگفتن این رژیمه، بعد میگفتن که ربطی به اسلام نداره، ولی بعد از اون یه بار دیگه گفتن که نه این خوب به هر حال رژیم هم در ضمن دین همه اسلام داره، شیعگری رو داره و نفی حکومت در ضمن به دنبالش نفی خود دین اسلام یا مشخصا شیعه هم نیز پدید آورد. حال اگر نگاهی به خارج از کشور بیندازیم، این پدیده بستر عمومی هستش که به حال اینها از خانواده‌های ایرانی کنده شدن و اومدن اینجا. درست. اینهایی که پس بنابر اینجا هستن، اینها کجا هستن؟ آیا باورهایی که حس من است، من فکر می‌کنم که ما نیازمند آمارهای دقیقی هستیم که باید صورت بگیره، ولی بر اساس مشاهداتم، بر اساس به هر حال فکرایی که در این زمینه کردم، کسانی که در خارج کشور در واقع هستن، یک دقت بکنید، نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی اومدن در این دوران، اومدن در کانادا، در آمریکا، اینها در ضمن مراسم خودشون رو دارن، ارتباطات سیاسی خودشون رو. بنابراین این مهاجرین که مهاجرین سیاسی مخالف رژیم نیستن، ولی که اینها اومدن جزء این جمعیت شدن دیگه، به هر حال اینا رو باید نمیشه از نظر بردش. درصدش بعداً از شما سوال خواهم. بله. یک، دو، اینکه ما دقت بکنیم کسانی که در واقع کمابیش خودشون رو شیعه میدونن، بسیاری مثلا از بچه‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن و گذشتم شیعه بودن، خیلی از اینها هنوز شیعه هایی باقی موندن، منتها شیعه هایی که به اون غلظت ابتدایی که بود دیگر نیست، یعنی نماز نمیخونه اینا، ولی که برای هویت خودش میگه که من شیعه هستم. این دو. سوم، در ارتباط با افرادی رو حس میکنیم که عرفانگرا شدن، یعنی این جنبه رو میبینیم که در نگاهشون وابستگی و توضیح خودشون رو به عنوان نوعی عرفان، نوعی میستیسیزم، نوعی معنویتگرا توضیح میدن. یعنی همون پدیده‌هایی که در ایران داریم، این هم در اینجا به این ترتیب خودشون رو تعریف میکنند و یرفا. در گذشتن در ایران هم داشتیم. بله، منطقه این مرکه اینا زیادتر شدن نسبت به گذشته که میگفتن ما خیلی مذهبی و مذهب و مذهب، این عرفانگراها در ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. صحیح. و در خارج هم حس من این هستش که این عرف از اونجایی که مذهب به اصطلاح شیعه میریزه، فرو میریزه، خب اینا کجا برن؟ یه سری کسانی هستن که میگن با برش میکنیم میریم به طرف ناباوری. یه سری میگفتن رفتن به طرف ارزموتون که دین زرتشتی، یه سری رفتن به طرف ارمنی، یه سری افراد یه هستن به سوی دینهای آسیایی رفتن در ایران، یعنی به اصطلاح بودایی شدن. صحیح. خیلی جالبه این پدیده در جامعه ما اینا. بنابراین این تنوع خیلی شدیدی به وجود داره. امروز هم که ما در خارج نیا میکنیم، افرادی که همیشه چون یک مسئله حساس دوست ندارن همیشه به طور مستقیم صحبت از دینشون بکنن دنیا رفا، احتیاج ما به آمار داریم، یا این که به اصطلاح برداشت های مستقیم از ذهن و رفتار این هاستش. ولی چیزهای دیگه که من حس میکنم اینا به عنوان نمونه در کنار اینها، در ضمن خب اهل سنت هستن که در یه بخشای از ایرانیان هستن که متعلق به برحال مناطقی هستش که اهل سنت درشون اونجا به اصطلاح وجود داره و اینا کماکان اون مایه مذهبی خودشون حفظ کردن، نسبتاً قویم نگه داشتن. یه بخش دیگه کسانی هستن که توی این به اصطلاح جوانان اینا دیده میشه که میشه گفت قشر بدون دین. این که بگوییم ناباور، نه ناباور نیستن، ولی به اهل موسیقی هستن، اهل رقص هستن، اهل زندگی هستن، اهل لذت بردن از زندگی هستن و خودشون میگن ما نمیدونیم، یا مثلا ندانم گرا گاهی اوقات میگن، گاهی هم میشه گفت اینا مثلا بدون دین هستن، یعنی رجوع به دین خاصی رو نمیدن این حرفا. ولی آنچه که براشون مهمه لحظه زندگی همین الان هستش که براش مهمه. یه بخش دیگه هم باز توجه بکنم، کسانی هستن که در واقع طرفدار اجرای رسوم مذهبی هستن، مانند سفره انداختن، با رژیم هم نیستن، یک به اصطلاح بخشایی هستن که چه بسا بخشای مرفع جامعه باشن یا حتی متوسط جامعه باشن، ولی اینها به اون سنت‌های دینی وفادار باقی بودن و حتی چه بسا گاهی هم تشدید کردن اون موارد و محافل می‌گذارن، جلسات گوناگون می‌گذارن
میذارن، جلسات قرآن میذارن، جلسات سفره و غیر و ذالک میذارن و این حرفا، این رو به نوعی اتکا میکنن برای توضیح هستی خودشون در اینجا و حس میکنن که به این ترتیب اونها در واقع پاشون روی نیهیلیسم قرار نداره، یک معنایی به زندگی خودشون میدن این حرفا. به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که همون حالتی که در ایران به وجود اومده، یعنی اون بخشی که قبلا گفته میشد که شیعیان اکثریت رو تشکیل میدن، اون در واقع واقعا شکسته به نظر من، در اینجا هم شکسته. این رو ما انعکاسی از وضعیت به اصطلاح دین در داخل ایران باید ببینیم اینا، با یک ویژگی این که از اونجایی که اینها خانواده های متنوعی شدند، این خانواده های متنوعی که یکیش توی ارزم حضور توی مسیحیه، یکیش ناباوره، یکیش مسلمانه، یکیش جناشیه هستش، این حرفا تمایلات سکولاریزم رو در اینها بیشتر روش داده. یعنی سکولاریسم به این معنا که رفتار انسانی خودشون رو با عقل خودشون بیشتر بسنجن، هی رجوع به نیاز و به خلاصه آسمان نبارن، آسمان و الله و اینها نداشته باشن. و این هم وضعیت عمومی جامعه هست به خاطر ریزش مذهب در ایران و خشونت هایی که جمهوری اسلامی میکنه، به علاوه شرایط این جهان به عنوان نمونه جهان غرب و ترکیب جدید جامعه شناختی که این خانواده ها به خودشون پیدا کردن و برخی از این نسل های جدید هم که حتی در درون خانواده ها هم چه بسیار نداشتن، بیشتر ارتباطشون با جوانان این کشورها هستش و بنابراین اینها رو روحیه در واقع غیر مذهبی در درون ها روش پیدا کرده. به هر حال قشتی که در خارج از کشور هست ما ازشون هیچ گسترش مذهبی نمیبینیم. یعنی اون چهره که ما میشناسیم از ایران، مخصوصا در ارتباط با ازدواج، در ارتباط با فوت، اصلا اون حالتهایی که در ایران بود آی دکتر ایجادی دیگه نمیبینیم. چی شده؟ تضعیف شده؟ همین، کاملا به نظر من تغییر پیدا کرده، به خاطر اینکه اون تمایلات سنتی که یک مذهبی داره چی؟ حالا ممکنه روزم یا مثلا نمازم هر روز نخونه، روزم به واسه نگیره اینا، ولی که به یک سلسله قواعد مذهبی به نوعی احترام داره، به نوعی وفاداری داره، سوگواری باشه، مسئله نمیدونم تولد باشه، جلوه های مختلف دینی رو در جامعه و در زندگی خودش منعکس میکنه. حالا که امروز ما در میان جوانانی که به هر حال اینجا هم میبینیم آشنایی داریم، مستقیم یا غیر مستقیم، این جنبه ضعیف شده. یعنی همون تمایل سکولار این که در اینها روش کرده، اینها رو از همون مناسبات در واقع مراسم دینی و مذهبی هم دور کرده. به عنوان نمونه بهتون بگم، مثلا خیلی جوانان ازدواج الان میکنن با. این ازدواج چه ازدواجی هستش؟ ازدواج در ایران بلافاصله دینیه. اینجا ازدواج هایی که افراد میکنن میرن در کجا؟ در مثلا شهرداری ها. برخی از اینا هستن به خاطر اینکه خانومشون مسیح هستش، فقط ازدواج رو انجام میدن در درون کلیسا به خاطر اینکه خانومشون میخواسته، نه اینکه بر اساس اعتقادشون. برخی هم مثلا میرن چون میخوان گاهی برن ایران و برگرده، اینا مجبورن برن به سفارت بگن که آقا خانوم، آقا ما میخوایم به اصطلاح ازدواج رسمی هم داشته باشی، که این رو به خاطر باز شدن مشکلاتشون در واقع این کار رو میکنن، نه بر اساس اعتقاد و باورشون. کسی که در ایران هستش اون جنبه باور باز قوی تر عمل میکنه در ذهنیت این، و به این خاطر هستش که اینجا جنبه های حال مورد ازدواج یکی مواردی دیگه هم هستش که به نظر من همون روحیه بازتر شدن اینها، روحیه سکولار شدن اینها و وضع شدن بیشتر اینها با بقیه جهان هستش. حالا آقای دکتر ایجادی، این کوچ کنندگان رو در ارتباط با مذهب اگر کنار بگذاریم، مسائل دیگه ای اینجا مطرح است؟ شما که جامعه شناس هستید با مسائل دیگه ای هم درگیری دارن در طی این سالها، درسته؟ بله، درگیری های برهان این بخش از جامعه. ببینید ما هر جامعه، هر بخش از به اصطلاح یه بخشی از جامعه که وقتی به یک در یه شرایط دیگه بررسی میکنیم، به عنوان نمونه اینا درگیری های دارن مانند طلاق دادن. بله، خیلی طلاق دادن در خانواده های یک ایرانی در خارج از ایران رشد کرده. درست. یک جنبه باز در ایران هم بعد در واقع رشد کرده. بله. حالا میتونه دلایلش یگانه کاملا نباشه این حرفا، به خاطر اینکه اینجا وحدتی کردن به هر حال دور هم جاشون، ولی کن اینجا از اونجایی که ازدواج ها خیلی چه بسا پایدار نباشه میشکنه این حرفا. یک، دو، یه سلسله مسائلی داره در ارتباط با ارث و میراث
که این که باید اینا به زندگی، یعنی آنچه که در ایران هست بیرون کسب کنن و اینا درگیری دارن، اختلافات خواهر و برادر و این حرفا در درون اینها رشد کرده و اینها میرن رجوع میکنن به وکیل و از اینجا وکیل میگیرن، کاراشون رو تنظیم میکنن، غیر از این حرفا. یکی دیگه در ارتباط با مسائلی هستش که مربوط به جنبه های ناموسی هست که بهش میگه، همون جنبه هایی که در ایران هست در اینجا میبینیم که چگونه مناسبات و اختلافات در درون خانوادگی تحت عنوان جنبه های ناموسی در این حال که باز شدن و بردباریشون گسترده تر شده و راحت تر میپذیرن که یک کسی با یک کسی زندگی کرده و پس از یه دوری هم احتمالاً جدا بشن، ولی در این حال این جنبه ناموسی ها هم باز وجود داره، ولی درصدش کمه. کاملا درسته. جنبه دیگه هم باز مسائل مربوط به فعالیت های شغلی اینها هستش. فعالیت شغلی اینها، خب خوشبختانه من وقتی نگاه میکنم بسیاری از جوانان ایرانی که اومدن در کشورهای گوناگون، اینها از جوانان با استعداد هستند و به اصطلاح روندهای درسی خودشون رو با موفقیت انجام میدن. در بسیار شرکت‌های گوناگون اینها دارای پست و مقام میشن با سرعت، و کسانی هستن که متاسفانه کارشون به شکست منجر میشه به لحاظ دلایل گوناگون، شرایط چه بسا خانوادگی، اختلافات غیر و زالی. ولیکن در اینجا ما توجه که اگر بکنیم، بچه‌هایی که نسل‌هایی که در اینجا به هر حال یا متولد شدن یا به هر حال از جوانی اومدن اینجا، به راحتی راه خودشون رو پیدا میکنن و افراد دست پاچلفته نیستن، خیلی هوشمندان عمل میکنن و مدارک خیلی زیبایی رو طی میکنن. و افرادی هم که به هر حال شما که در آمریکا هستید و اینا میدونید که اونجا به هر حال ثروتمندان ایرانی هم باز به عنوان یک لایه و یا قشری از به هر حال ایرانیان کلی کارهای بیزنس اینا انجام میدن. و اینم باز اشاره بکنیم، متاسفانه به لحاظ بسته شدن همه درها برای پیشرفت زنان در ایران ما، در اینجا زنان گوناگون هم در شرکت‌های خصوصی، هم در محافل در واقع دانشگاهی، هم در نهادهای علمی و تکنولوژیکی این حرفا، از جمله پیشرفت‌هایی که قابل مشاهده هستش در واقع چه مسئولیت گرفتن زنها و پیشرفت زنان ایرانی در این مناسبات هستش. شما فرار مغزها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کسانی که یک فاجعه است. یک فاجعه است. به خاطر اینکه ببینید یکی از مسائل مهم یک کشور مدیریت نسل ها هستش، مدیریت جمعیت، چیزی که بهش میگن دموگرافی. و وقتی که ما به دموگرافی یا مسئله جمعیت یک کشور نگاه میکنیم، باید نگاه 25 ساله داشت، یعنی اینکه این چه جمعیتی داره متولد میشه، بنابراین روش میکنه، مدرسه میره، دانشگاه میشه، میره و وارد چی؟ بازار کار میشه. یعنی اینها خود 25 سال میبره. بنابراین یک کشور، یک مثل حکومت پیوسته یکی از مسائل گرهی یک جامعه مدیریت نسل‌ها هستش. جمعیت چگونه اینها در وضعیت خوب زندگی متولد میشن، کیفیت زندگیشون چگونه باید باشه، تندرستیشون چگونه باید باشه، امکانات برای به اصطلاح محیط‌های برای بچه‌های کوچک و این حرفا وجود داشته باشه که به پدر و مادرها کمک بکنن، یک. دو، اینکه وارد چه مکانیزم درسی میشن و کیفیت سیستم آموزشی و غیرزاله تا برسن به دانشگاه و غیرزاله. بنابراین متاسفانه وقتی ما می‌بینیم که هر سال حدود بیش از 150 هزار نفر از ایرانیان جوان عمدتاً ایران رو ترک میکنن و میان خارج، خب این یک در واقع یک نیروی عظیمی از این مملکت داره خارج میشه. خب اینها، بسیاری از اینها میرن برای جای پیدا خواهند کرد. بله. از این زاویه من نگرانی ندارم، ولی اون کشوری که داره این در واقع نیروهای تازه نفس خودش از دست میده، یعنی تاثیرگذارش روی تکنولوژیش، روی علمش، روی مدیریت اقتصادش، روی کیفیت کارهای هنریش و غیره و غیره، نیروها بسیار مهم هستند در همه عرصه ها. و وقتی که شما میبینید که این جوانان میان بیرون، نیروی جوان نیروی هست با قدرت فکری، نیروی هست با ابتکار. اینها خلاقیت این بخش اجتماعی بسیار بالا هستش. تمام این مثلا شرکت های بزرگی توجه بکنید، بسیاری از افرادی که اومدن این شرکت های کوچکی که تبدیل به شرکت های بزرگ شدن رو همین نیروهای جوان به وجود آوردن. خب شما وقتی که در جامعه مانند ایران این نیروها داره تخریب میشه، داغون میشه یا ناامید میشن در مناسبات موجوده در جامعه ما، عملا چی میشه؟ جامعه
بازنده است کاملا، و به این خاطر هستش که به هر حال من تا زمانی که این حکومت اسلامی هستش متاسفانه امیدی نمیشه بد داشت، به خاطر این وجود حکومت اسلامی جز ضربه چیز دیگه در ارتباط با این مغزا، مغزایی که دارن میرن، مغزایی که میتوانن بسیار بسیار در همه زمینه‌ها ایران به عنوان نمونه، من میدونم که یک سری از جوانان ما مثلا در زمینه میرن دانشگاه، در زمینه مسائل محیط زیست میخوانن، منتهای مراتب خب اون کیفیت اون آموزش به نظر من ضعیف هستش، و از سوی دیگه اینهایی که میخونن کجا میرن؟ اینهایی که میخونن در واقع وارد اداره میشن که کار بروکراتیک انجام بدن، در اون رشته های خاص خودش هم نمیتونن برن، یا این حرفا اینا در زمین های گوناگون پزشکی غیرزاری. پس بنابراین واقعا مسئله مغزا، فرار مغزا در جامعه ما یک فاجعه هستش که داره از دست میده این مغزای خودش رو، و متاسفانه تا زمانی که جمهوری اسلامی هستش همه قوای انسانی رو نابود میکنه، قوای انتلیکتوری رو از بین میبره و محدود میکنه، و قوای مربوط نیروهای انسانی جوان رو هم در واقع ضربات سنگینی به اینها وارد میکنه، و وجود این جمهوری اسلامی واقعا برای جامعه ما یک تراژدی بزرگ است. ما به هر حال یه چیزی بیش از 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که زبده ها هم جزی از اینها هستند. آقای دکتر جمشید اسدی معتقده که ما یک استانی داریم به عنوان استان مهاجرین، یعنی این قشر مهاجرین رو به صورت یک استان. فکر میکنید در آینده ایران آقای دکتر ایجادی چه تأثیری این چند میلیون میتوانند بگذارن؟ نکته اول این که حالا شاید یک مفهوم استان به هر حال یک سمبولیکه این حرفا، ولی با توجه به این که این ایرانی ها همه جا پخش هستند، یک قدرت به اصطلاح فراگیر در کل گیتی رو به وجود آوردن. درسته. یک شبکه است. یک شبکه جهانی هستن ایرانی ها. و این ایرانی ها در این حال که در واقع میرن در این کشور اون کشور وارد مناسبات میشن، زندگیشون اونجا سامان یافته میشه و به هر حال ریشه میدونن، این یک واقعیت اجتماعی هستش اینا. ولی در این حال برای کشوری که پس فردا احتیاجی داشته باشه، به حداقل بخشی از این شبکه فراگیر جهانی میتواند به اون جامعه‌ای که پس فردا بخواهد از اینها استفاده بکنه، نیرو بگیره، میتواند اینها نیرو بهش بدن، میتواند اینها کار مثبتی به هر حال انجام بده. کار مثبت چه معنا؟ از سرمایه گذاری گرفته تا اینکه به سر کارهای تخصصی بگیرفته، تا اینکه کنفرانس ها بگذارن، تا اینکه به سر انتقال تجربه‌های دانشگاهی باشه، در همه زمین‌ها جنبه‌های عاطفی و جنبه‌های اینکه هم پدرش مادرش به هر حال ایرانی بوده تو این ذهن به هر حال باقی میذاره، جا باقی میذاره، و بنابراین برای فردای جامعه اینها به نظر من اگر یک رژیمی در واقع این هوشمندی رو داشته باشه، تمام رژیم هایی که دموکراتیک هستن با تمام افراد خودش در جاهای مختلف ارتباط های خودش رو سعی می‌کنه نگه داره، به خاطر اینکه اینها به عنوان به شکل قطعی ما نباید فکر بکنیم که اینها رابطه شون بریده شد و رفت و تمام شد. نه، حتی کسانی هم امروز شما خودتون میدانید که کسانی هم که در آمریکا میرن به عنوان کارهای پژوهشی، بخش مهمی از پژوهشگران در آمریکا افراد خارجی و مهاجر هستن که میرن در این کشور. حالا یک کشوری مانند ایرانی که در واقع تعداد بسیار زیادی مهاجر داره که میرن به دلیل وضعیت نابسامانه، هم وضعیت سیاسی، هم وضعیت خفقان دینی، هم وضعیت در واقع روح ضد قانونی و اخلاق بدی که در جامعه داره روش میکنه، همین ها دلگزا هستش و برای کسی که در اینجا تربیت شده، در اینجا آموزش دیده، خیلی خوشایند نیست. ولی علارغم اینها همین نیروهای در واقع این شبکه جهانی من بهش میگم وجود دارن، اینها برای امروز و فردا، حالا امروز نیست به خاطری که جمهوری اسلامی هستش، ولی کماکان ما باید توجه داشته باشیم، به خصوص نیروهای سیاسی باید توجه داشته باشن که ارتباطات چگونه برقرار شه که این انسانها زن و مرد بتوانن پس فردایی نیز به کشور خودشون کمک بکنن. شما های دکتر ایجادی تا این سالها کتابهای زیادی منتشر کردید، اوضاع سیاسی کشور برای ما به عنوان ژورنالیست مشخصه، ولی نسلی که مهاجرت کرده فکر میکنید از نظر سیاسی در کجای این جریان قرار داره؟ یعنی در کجای این تغییر تحول مهاجرت قرار داره؟ یکی از ویژگی این مهاجرین که اگر خاطرتون باشه در سال در واقع جنبش 88 جنبش سرس 88
در همه کشورهای اروپا و آمریکا یک بسیج بسیار بزرگی صورت گرفت که علیه تقلب خامنه‌ای یا احمدی نژاد در واقع اعتراض بشه و این همسویی با داخل هم وجود داشت. اونها گفتن رأی ما کجاست و در پاریس که من شاهدش بودم و خودم به شرکت فعال داشتن واقعا به شکل بی سابقه جوانان گوناگون در واقع در شرکت کرده بودن دوی حرف درسته. منتهی مراتب من حس من این هستش که این تمایل حساسیت داشتن به امر اجتماع به امر سیاست پایین اومده ضعیف شده ناتوان شده. این به این معنا نیست گاهی اوقات که مثلا رژیم میزنه و کشت به هر حال ما بدون احساس نیستیم، رابطه داریم با این جامعه، پدران و مادران و خواهران و دوستان و محله ها و ایرانیان هستن. به هر حال ما حس عاطفی داریم خوشبختانه و باید این رو نگه داشتش این حرفا و علارغم این که ممکنه واکنش هایی باشه ولی این واکنش ها محدوده. این هستش که جامعه امروز در واقع نسل های جوان حس من این هستش که جنبه تمایل به امر سیاست درشون ضعیف شده. چرا؟ به خاطر اینکه جا به جایی ذهنی صورت گرفته، اینا در یک مسیر دیگه در یک جامعه دیگه قرار گرفتن و در این جامعه تمام خب در این حال که این افراد دارن درس میخونند و این حرفا میدونید خود اینکه شما نسبت به این امر احساس مسئولیت داشته باشید یا در بطن اون شرایط باید قرار داشته باشید یا خودش آموزش باید دید، انرژی باید تولید کرد، ارتباط باید داشت، این رو باید گفت، از زبان نسلی به زبان به نسل دیگر باید انتقال پیدا بکنه و برابری خود این مسئولیت نیز قابل کسب هستش که بیاموزن بفهمن ما به عنوان یک انسان، من که به عنوان در زمین اکولوژیست هستم نسبت به تمام تخریب این زمین این گیتی حس مسئولیت باید داشته باشن و از جمله به عنوان یک ایرانی هم به ایران خودمون حس مسئولیت دارم، هم در فرانسه ای که دارم زندگی میکنم حس مسئولیت دارم و این رو باید در نسل‌های جدیدتر و جوانتر این رو در واقع باید تقویت کرد. خب خیلی کوتاه مقایسه بفرمایید با دوران قبل از انقلاب، چون قبل از انقلاب هم شما در خارج از کشور تحصیل میکردید دیگه. بله. چگونه است که تفاوتی به این گستردگی هست؟ بله، ما اون زمان ها خاطرتون هست ما آرمانگرا بودیم، شدیداً آرمانگرا بودیم، به سوسیالیسم، به کمونیسم، به دیکتاتوری پرولتاریا و میخواستیم انقلاب بکنیم و بسیاری از جوانان اون زمان که مارکسیست هم بودن صحبت از این میکنند که بله کارل مارکس مطرح کرد که تا به حال فلسفه های گذشته فقط تفسیر جهان رو کردن و ما باید تغییر جهان رو پدید بیاریم و این در ذهنیت بسیاری از جوانان اون دوران بود و همین تبدیل می انسان‌ها به یک انسان‌های در واقع آرمان‌خواه که باید مثلا انقلاب بکنن، اونم انقلاب خشونتبار حتی بکنند و غیره که بسیار هم در ضمن خطرناک بود، ولی در این حال که ایدئولوژیک و خطرناک بود در ضمن بیان یک شوری بود که در اینها وجود داشت. متأهل مراتب به نظر من اساساً من حس می‌کنم نسبت به همین در فرانسه اون زمانی که من اینجا درس می‌خوندم در ورودی تمام دانشگاه‌ها بدون استثناء گروه های سیاسی واسطه بودن از گرایش های مختلف چپ، آنارشیست، فلان و صرفا اعلامیه پخش میکردن، سعی میکردن در واقع یارگیری بکنن و به هر حال شما عاشق بودین که در این بحثا شرکت بکنی و روزی رو نمیشد به خونه برگشت و با یکی از این به هر حال در این بحثا شرکت نکرد و یرفا، ولی این شرایط کاملا متفاوته. امروز در فرانسه ای که من خوب میشناسم در ورودی حتی یک دانشگاه هم شما چنین پدیده دیگر نمیبینید، هرگز نمیبینید دیگر. به چه دلیل؟ به دلیل این که به نظر من یک پدیده در واقع نسل های جدید نسل هایی هستن که چه بسا تمایلات فردگرایی درشون روش پیدا کرده، پروژه ها پروژه های شخصی شده، مناسبات در واقع گروهی و خانوادگی اینها ضعیفتر شده، علاقه من هستن به اون لذتی که بلافاصله به اونها بهشون اجازه بده که به میل های خودشون برسن، میتونه رقص باشه، میتونه مسافرت باشه، میتونه عشقش باشه، به دلایل مختلف این یک شخصیت انسان ها شخصیت جوانانی که ما داشتیم اون زمان
همبستگیش با جامعه عمومی بیشتر بود، رابطهش با ایدولوژی قوی تر بود و برابر این حس میکرد که برای جامعه باید کار بکنه و حتی حس فداکاری برای جامعه داشت. امروز اینها نمیگم که نابود شده، ولی ضعیف‌تر شده و بنابراین موقعیتی که جوانان در این دوران دارن موقعیتی هستش که دیگر باید به اینها، از وقتی که ما مثلا با دانشجوی تو دانشگاه هستیم میگیم خب چی میخوای، چه کار میخوای بکنی در این زندگی؟ ما قبلا میگفتیم که میخوام انقلاب بکنیم، میخوام الان میگه که من دلم میخواد بلافاصله در یک شرکتی بهترین قرارداد کاری داشته باشم، حقوقم هم خوب بالا بشه، اگر این شرکت داره میرم شرکت های دیگه، این حرفا اینطوری برای شما توضیح میده. یعنی رابطه رو برمیگرده به موفقیت فردی خودش، این حرفا. حالا اینکه نسل های پیشین این هم بود، ولی واقعا این جنبش فرعی بود و به همین خاطر هستش که بنابراین یک تفاوت نسلی، تربیت نسلی هستش. فکر میکنید با این برداشتی که شما الان پرزنت کردین موقعیت نسل جوان ایرانی در خارج از کشور، همین این باعث شده که کمتر بتونم متشکل باشه؟ کاملا ما درسته. اگر اپوزیسیونی نداریم یکی از عواملش همین. کاملا درسته. یعنی یکی اگر اپوزیسیون نداریم یکی دلایل گوناگونی وجود داره. بل. این دلایل گوناگون یکیش مسئله این برها نیروها یا رهبرانی که از نسل‌های پیشین هستن. خب اینها چه اشکالاتی در کارشون هست، چه آسیب‌هایی دیدند و غیر ذلک. از سوی دیگه پراکندگی‌ها همیشه اجازه نمیده که انسان‌ها جمع بشه، گرد هم بیادش و غیر ذلک یارتا و برخوردهای گاهی ناشیانه و به هر حال حتی جمهوری اسلامی اقدام‌های ضد اینها بکنه یارتا. ولی یه جنبه دیگه‌اش هم کاملا درست هستش، در این مراسم‌هایی که صورت می‌گیره در ارتباط یه بحثی شما می‌ذارید، یک مراسمی حداقل بر اساس تجربه‌ای که من دیدم اینا حتما متفاوت است نسبت به کشورهای مختلف و تم‌ها هم موضوع هم متفاوت، ولی به طور عمومی می‌بینید که کشش جوانان کم شده. یعنی بحث ماجرایی مثلا راجب قدرت سیاسی، راجب تحلیل از اقتصاد، اینها در واقع کششی تولید نمی‌کنه، یا راجب محیط زیست کششی تولید نمی‌کنه، ولی در یه زمینه‌های مثلا اگر شما کنسرت موسیقی بذاری خب جوانان میاد. خب نجات کشور چی؟ نجات کشور به همون ترتیبی که هم کشور هم در واقع هنره، هم ورزشه، ولی هم سیاسته، هم جامعه شناسی هستش، هم بحث‌های کلان کشوری هستش، اقتصاد هستش، این حرفا، به همه اینها احتیاج داره. بنابراین اون بخشایی که بخش‌های کلان مربوط به مدیریت کشوری هستش، در این زمینه‌ها در واقع جوانان شرکت فعالی ندارن و بنابراین تمایلی هم ندارن در درون سازمان‌های گوناگونی خودشونو برن متشکل بشن. افرادی که مسنتر هستن اونها در واقع روی تکنیک‌های خودشون در واقع رو به راه نیستند و مطابق با زمانه نیستند. این رو هم ما در نظر داشته باشیم، کسی که به عنوان رهبر هست دیگه اون مدل‌هایی که جوانان هستن اون جستجو اون رو نمی‌کنه. عزیز من، ما امروز با توجه به تکنولوژی‌های جدید، با سیستم‌هایی که می‌گیم سیستم‌های عمودی نباید باشه، سیستم‌های افقی باید باشه و این حرفا، و تکنولوژی، شما الان با تکنولوژی‌هایی که دارید کلی کار میتونید بکنید. بنابراین چه اون به اصطلاح سیاستمداران موجود در اپوزیشن اونها باید تلاش بکنن، و این تلاش به این نیست که بیام من به درس میدم اون حرفا، باید ابتکار داشت. این ابتکار فقط از خط سیاست نمیگذرد، هرچند که شما بخواید او به امر سیاست علاقه من باشه، باید نگاه ما باز باشه، هم ادبیات، هم هنر، هم دانش، هم مسائل مربوط به اقتصاد، هم جامعه شناختی، همین ها رو باید در نظر بگیری که هر کسی متناسب با عشق و علاقه و شور و شوقش وارد مسیری بشه که اون مسیر در ذهن برمیگرده چی؟ به مسئله امروز و فردای مملکت او. من دیدم کتاب های شما خیلی موثر بوده تا این سال ها، من چندین کتاب از نوشته های شما رو مطالعه کردم. کتاب جدیدی مثل این که در حال انتشار دارید، درسته؟ بله، من به دنبال این چند ساله اخیر همون گونه که گفته بودم، در واقع کتابی بود درباره نواندیشان بینی، روشنگری یا تاریخ اندیشی، که اگر دوستان ندیدن این کتاب امروز به شکل پی دی اف
قابل دسترس هستش. کتاب دیگه در ارتباط با بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن 400 صفحه که توضیح دادم که چرا قرآن در طی 400 سال نوشته شده و از آسمان نیامده. کتاب دیگه در ارتباط با جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران هستش که جنبه‌های مختلف جامعه ایران رو نشون میده. و یک کتاب پیشینم باز داشتم که اندیشه ورزی‌ها هستش که نگاه‌های من در زمینه‌های فلسفه، اقتصاد و غیره هست. کتابی که الان زیر چاپ داره در میاد، هنوز توضیحش آغاز نشده، توسط در واقع نشر فروغ که در آلمان هست، درباره چیز؟ درباره محیط زیسته. عنوان و یا نام این کتاب بحران بزرگ در زیست محیط زیست بوم جهان و ایران هست. و در این کتاب من توضیح میدم چه جوری تئوری ها و نظری هایی که از قرن 18 به وجود آمدند در برخورد به طبیعت و در برخورد به مسائل اکولوژیکی، در عرصه فلسفی، در عرصه اقتصادی، در عرصه به هر حال نقد تاریخ و اینها بعد اینکه در این کتاب توضیح میدم که چالش های بزرگ امروز جهان از جمله به عنوان نمونه مسئله گرمایش زمین هستش. و این کتاب، یه بخش مهمی از این کتاب، تمام تخریب هایی که در ایران ما در طی این 43-44 سال صورت گرفته، کسی اگر بخواد تقویم تخریب و ویرانگری ایران رو که جمهوری اسلامی نقش اصلی رو داشته، میتونه به کتاب من رجوع بکنه که به زودی در واقع منتشر خواهد شد. و این کتاب در واقع بر من تقدیم کردم به نه تنها کنشگران محیط زیست، بلکه به همه استادان، آموزگاران، دانشجویان و جوانان کشور ما که بدونن که بدون تغییر در نگاه‌های سنتیشون، یعنی بدون اینکه اونها اگر چنانچه تفکر محیط زیستی و اکولوژیکی رو وارد تفکر خودشون نکنن، تحول پیدا نکردن. برابر این بدونن که ما احتیاج به یک تحول بزرگ داریم در تمام زمین‌ها. اقتصاد دیگه نمیتوان بدون امر محیط زیست یا مسئله زیست بومگرایی در واقع برخورد کرد. در تمام اقتصاد، سیاست، فرهنگ، سیستم آموزشی و غیر و غیره. و این کتاب حدود 500 صفحه هستش و امیدوارم که دوستان عزیز توجه بکنن، اون رو بخونن. و به هر حال فقط نکته رو بگم، من به هیچ وجه از هیچ کتابی یک شاهی نبردم و نخواهم برد که بدونن که من سودی در این زمینه هرگز نمیخوام. همین چیزی که دانشجو به من میده من برام کافی هستش. ولی کن یه بخش مهمی کتاب‌ها همون گونه که خدمت گفتم رایگان هستش، ولی اونایی که بین ناشر و بین برخی انجمن‌های به هر حال محیط زیستی و غیر زاده میتواند پخش بشه. من امیدوارم یک روزی این کتاب آخر شما مخصوصا به انگلیسی منتشر بشه، چون پسر من هم در سازمان ناسا یک چنین مسئولیتی داره. بسیار عالی. من حتما باید پسر شما رو بشناسم. من حتما برای خیلی خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از فرصتی که من دادید و امیدوارم که بینندگان ما بهره کافی برده باشند. متشکرم از شما. خیلی ممنون. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.